ترجمهش این میشه که چرا شما در راه خدا و کسونی که مستضعفند از مردان، زنان و بچه ها که اینها در یک منطقه ای در یک کشوری هستند که اهلش ظالمه، حکومتش ظالمه و اینا از خدا میگن که خدای ما رو از این وضعیت خارج بکن و از جانب خودت ولی، از جانب خودت نصیر یاوری برامون بیار. خب همین آیه برای من سوال شد که من گفتم چیزم مسئله بود که در آخرت هم رستگار بشن و همین سوال منو به فکر باداش. مهر ماه 50 من از تعطیلات برگشتم دانشگاه، بعد ضربه سازمان مجاهدین شهریور 50 اتفاق افتاده بود. برادر شهید ناصر صادق هم دوره من هم کلاس من بود. من از طریق اون فهمیدم که یک گروهی که مسلمونند و مبارز مسلمانه با شاه میکنن این وجود داره و الان هم ضربه خورده و مثلا تعدادشون دستگیر شده. بالاخره مسیر رو پیدا کردیم. مسیر پیدا کردیم. رسیدیم به مقصد خواهد. خب رحمان تو رفتم داماک دیگه همین 3-4 سال اول سپری شد با اینکه دنبال درس و زندگی و یه سری اهداف جوونی که هر سال برای خودش میذاره بره دنبال این و به اون که میرسه بعدی فلا اینا، فوتبال و ورزش و دیگه همه چیز دیگه. بعدش بعد از 4-5 سال که دیگه یکم بدوکتر شدم و یکم تو مدرسه بحث دیگه فلسفه اومد و انسان و یکم علوم اجتماعی و یکم خودم رو شناختم، یکم به موضوعات سیاسی یکم آشنا شدم و اینا، اولش اینم اشاره کنم که من همیشه تازه ذهنم افتخار میکنم که ایرانی هستم، یعنی اون حس میهن پرستی و به مثلا تو خودم نگه داشته بودم، ولی خب داشتم زندگی میکردم دیگه. در این حال که به اصطلاح خیلی ادعا میکردم که ایرانی هستیم ولی به اون صورت هیچ کاری برای ایران نمیکردم. خود این یک سوال برام شد، چرا من مثلا با دارم دوباره زندگیم بعد این همه الان آدمایی هستن که میتونن همه چی داشته باشن ولی گذاشتن کنار. اصلا خیلیشون شهید شدن، همین اونایی که شهید نشدن دارن حی حاضر از بچه‌شون که من باشم گذاشتن و از شغلشون همه چی رو گذاشتن دارن مواردش میکنن. اون چیزی که برای خودم در واقع تو اون تناقضی که گیر کردم این بودش که از یه طرف تمایل داشتم فعالیت بکنم، از یک طرفی هم این فعالیتی که من دوستش بکنه در تضاد بود اون منافع و درس و تحصیل و ورزشم و اینا. مثلا تظاهرات 30 خرداد بود، این خیلی موقع میفته رو امتحانات آخر سال. خب من که نمیتونم تظاهرات 30 خرداد نرم، از طرف نمیتونم امتحان رو نرم بدم، وقتی مثلا گیر میکرم اگه تظاهرات نرم نمیشه مثلا من برای ایران بخوام چیکار کنم، تظاهرات 30 خرداد یه سال نریم بعد از اون امتحان عقب بندازم، خب اینا خودش در سر داره. مثلا چه جشن پایان دوره است از دبیرستان، مثلا میخوام به دانشگاه راهنمایی میخوام برم چیز این جشن پایان دوره است میخوام دوستا بره خدا بشم، یعنی چیزای مادی، یعنی به طور واقعی همسایه بود. بالاخره هم میگم تو این تناقض که این که یعنی با خودم گفتم ببین من یا باید کامل ایرانو فراموش کنم، یعنی دیگه کاری به این قضیه نشته باشم، یا اینکه بعد دیگه مبارزه تمایل انتخاب کنم، دیگه نمیشه این وسط یه بار این برم یه بار برم یه بار برم مبارزه کنم یه برم درس بخونم. آقای معنوی شما همون موقع بهش چی گفتیم وقتی که همین چون یادتون اون زمان که تو این دو راهی مونده بود؟ خیلی یادمه، دقیقاً یادمه، اسفند 75 بود، داشتم میمدم اشرف، دو ساعت قبل از پرواز رحمانو دیدم، گفت هنوز تصمیم نگرفتم، هنوز مرددم چیکار کنم. گفتم خب من تجربه دارم بهت میگم، دو تا نقش مسیر هست، یکی اینه که در راه آزادی مردم مثلا همینوی که دیدی عمود دایید فایرین انتخاب بکنی، از همه چیز بگذری بیای اشرف و جامعه شرف و لباس ارتش آزاد بخش رو به تن بکنی، ضمناً شهادت هم حل بکنی و بیای از جونت هم بگذاری فقط از اونه. یه چیزی هم یه نقش مسیر هم اینه که همین زندگی و چیزاشون هم روشنه، ولی اگر گفتش که نه یه چیز وسط هم هست، گفتم وسط چیه؟ بروش که من به اصطلاح هوادار بمونم و به اصطلاح چی کنم کمک بکنم، یه نیاز نشه بگم کمک بکنم، بعدم مثلا بیام به مردم کمک بکنم. گفتم خب خیلی خوبه این های وسطه که بالاخره به یکی از این دوتا منجر میشه نهایتا. تقریبا اگرم بخوام بگم دقیقا 4 اسفند
75 بود. قبل از عید به من اطلاع دادن که رحمان درخواست داده که بیاد